سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم که خوب و جور صحتمند باشین هر جایی که هستین. امروز تصمیم دارم که یک نوع قورمه تیار کنم، قورمه از گوشت گوسفند. تا پایان این ویدیو مرا همراهی کنین. پس اول بریم مواد اولیه را با هم دیگه ببینیم. خود دوستای نازنین، قسمی که مواد و تصویر مشاهده میکنین، اینجا یک کیلو گوشت گوسفند گرفتیم، چهار مشت دال نخود گرفتیم، دو عدد پیاز، چهار دانه لیموی خشک، 5-6 عدد سیر، مسالجات هم زردچوبه و زیره، مرچ سیاه، نمک و رب باینجان رومی و خود باینجان رومی. اینجا هم من 3 گلاس برنج تر کردیم که میخوایم دپالی از قرمه تیار کنم. و اینجا هم بادنجان های خود قبلا در نمک تر کرده بودم 1-2 ساعت پیش، حالا اوش خالی کردیم، گذاشتیم که خشک شوه. یک قسم روغن کمتر مصرف میکنم و میخوایم که ایره برانی با اینجان تیار کنم. در قسمت دال نخود یک مطلب بگویم که وقتی که شما میخواین اندازه بگیرین به تعداد نفر، مثلا امروز میخواین به 4 نفر غذا پخته کنین، یک قسم اندازه بگیرین، به هر نفر یک مشت، یک نفر، دو نفر، سه نفر و 4 نفر. یک قسم من امروز میخوایم با 4 نفر غذا تیار کنم دیگه. اونا 4 مش دال نخود برداشتیم. دال نخود امرای گوشت پخته نمی کنم به خاطر که زود تیار میشه، از او خاطر ایرال میشویم و داخل از دیگه علایده جوش میدم تا قدر دلخواهیم نرم شوه. چون که دال نخود ما سرد است، همراه آب سردی را پر میکنم و نصف پیاز خودم داخلش توته میکنم، میپرتم به خاطر از اینکه خوشمزه شوه. یک قسم 3-4 توتیش میکنم و اینجا کمی نمک هم در سرش اضافه میکنم تا که مغزش نمکی شوه. نصف قاشق چای کافی است. این پیازی که نصف پیازی که اضافه میکنیم به طعمش خیلی کمک میکنه خوشمزه شوه. رازهای آشپزی است دیگه. حالا این را میبریم در سر گاز انتقال میدیم. خب زیرش اول زیاد میکنم که جوش بیایه، باز بعد از او کم میکنم. حالا یک دیگه دیگر برداشته خود قورمه را تیار میکنیم. خود دوستای عزیز، من یک دیگه برداشتم، دیگه آتش زیرش روشن کردیم و پیاز خود را خلالی باریک خرد میکنم داخلش. سرش روغن هم اضافه میکنم به قدر لازم، به قدر ضرورت. و اجازه میدم که پیازا سرخ شود. خود دوستای عزیزم، تا ای که پیازا سرخ میشه من گوشت خود را توته میکنم.
گوشت های خود در سر روغن و پیاز اضافه میکنیم. پیاز کمی خود نرم کردم، آل گوشت های خود میگیریم در سر پیاز اضافه میکنیم و خوب سالت میکنیم. دوستای عزیز گوشت ما در حال سرخ شدن هستن، این را خوب سرخ میکنیم به خاطر از اینکه بوی بعد گوشت بستن گرفته شده خام بوش برد. دیگه دمی قسمت اینجا من سیر از تراشک از خانی خودش تیر کردم، این را در سرش اضافه میکنم. اضافه میکنم و شور میکنم تا که خوب در تمام قسمت هایش بره. اینجا هم دال نخود جوش کرده، میمانیم که جوش بخوره. اگه کدام قف سرش پیدا میشه و رمره قاشق باز میگیریم. دوستای نازنین آل بسر گوشت های خود مساله ها رو اضافه میکنم. یک قاشق چای مرچ سیاه، حرارت باید بلند باشه که گوشت آب نندازه. یک قاشق چای زردچوبه، چهار مساله یا 12 مساله، نیم قاشق چای، نمک هم در این مرحله کمی میزنیم که مغز گوش نمکی شود. باز نمکش اگه کم بود داخل هم اضافه میکنیم. یک قاشق چای من نمک اضافه میکنم و مخلوط میکنیم. بسیار خوبی شد، بسیار یک رنگ خوب گرفته. دوباره قسمی که میبینیم خیلی خوبی شده. پیره ما یک کم میمونم که امرای مساله جات سرخ شود گوش. باز به سرش رو به باینجان رومی و خود باینجان رومی را اضافه میکنم. خب دوستای نازنین من اینجا نیم قوطی پوره باینجان رومی دارم، میرم سرش اضافه میکنم به خاطری که هم خوشمزه شد هم خوش لیاب.
چوب باینجان رومی اضافه میکنیم، دو قاشق باشین، شما رو از نزدیک نشون میدم، فوق العاده خوش رنگ شده، حتما خوشمزه و مزه دارم میآید. همراه برنج بسیار خوبش میشه. دوستای نازنین، در مورد لیمو یک مطلب بگویم. این لیموی خشک، این را من اینال میگیرم، از وسط نیم نیم میکنم و دانه هایی که داخلش وجود داره اونا را دور میکنم، چون که غذا را تلخ میکنه. و بعد از او به مواد خود یا داخل دیگ خود اضافه میکنم که لیمو ها هم نرم شود، هم به دیگ من یک مزه ترش خوشمزه را بده. که این گپ خیلی مهم است، یکی از تریکای آشپزی است. حتما باید داخلش از وسط نیم کنین و دانه هایش دور کنین، یکی که تلخ نکنه غذا را، یکی که داخلش پوپنک نزده باشه. مطمئن باشیم که داخلش صحیح و سالم است که غذای ما را خراب نکنه. خودستای گل، ایره من همراه چاقوی قسم نیم میکنم، بسیار با آسانی از ما را داخلش سالم است، پوپنک زدگی نداره. اما دانه هایش همراه سر چاقو این قسم جدا میکنم. قسمت کمی حوصله من باشین و مطمئن شوین که تمام دانه ها رو کشیدین بیرون. چهار دانه سه دانه فکر میکنم که بس است که باز قرمه من بیش از حد ترش نشه. اینجا من داخل قرمه خود یک نیم گلاس آب جوش اضافه کردم، حرارت مال کم کردم، میمانم دیگه که پخته شود. اینجا لیموهای خودم میگیرم و داخل دیگ خودتو اضافه میکنم که تا وقت پخته شدن خوب لیموها هم نرم شود، گوشت هم نرم شود کلش، و یک طعم خیلی خوبه به همدیگه بتن. اگه شما تند دوست دارین حتما یک قاشق چای مرچ سرخ اضافه کنین. این آب کم است، آلی دیگه قرمه ما سرخ شده. آب جوش، حتما آب جوش در این قسمت باید اضافه کنین، چون که حرارت دیگ بالا است، حرارت مواد بالا است، باید آب جوش اضافه کنین و آب جوش زیاد هم اضافه نکنین که باز خشک شدنش مشکل است. همینقدر من اضافه میکنم که تا پایان پخته شدن آب بس کنه و کماو نشه. درش بسته میکنم، حرارتم روی
4 میمونم، روی 4 ماندم تا که پخته شه. شاید 2 ساعت طول بکشه تا این پخته شه. اینال من قفای ازیرم امرای یک قاشق اثرش دور میکنم. این کاسه رو میگیرم کش دست خود. به خاطر که قفاش باز بدمزه میکنه. دالنه خود همیشه اول بگیریم که زود پخته میشه که از پیش شما بیش از حد نرم نشه. بازی رو وقتی که پخته شد در نیم ساعت آخر در سر قرمه خود اضافه میکنیم که امرو از هم یک 4-5 قل بزنم، مزه همدیگه را به همدیگه بته و خوشمزه شوه. کسایی که برانی باینجان مرا ندیده که من چه قسم تیار میکنم، در کانال بره سعی کنه، ما اونجا طرز تهیهش نشان دادیم. برن سعی کنین که من چه قسم تیار میکنم. امروز در ویدیو اضافه نمیکنم چون که ویدیو باز طولانی میشه. خب مسیر از زیر بسته کنم که پخته شوه. آیست آیست زیر از زیرم کم کردیم، سر سه موندیم تا که قرمه ما تیار میشه. باز بر میگردم و بر شما نشان میتم که چه قسم شد. پس تا وقت. خودستای نازنین، در این مدتی که گوشتا پخته شد من از فرصت استفاده کردم، برنج خود پخته کردم، با اینجانا رو سرخ کردم، اولادا رو نان دادم. دیگه آل گوشت نرم شده، دالنه خودم نرم شده. آل وقت ازی رسیده که من دالنه خود سر گوشتای خود اضافه کنم سر قرمه. دیگه حالا برای شما هم گفتم که نشان بتم که ویدیو خوب تکمیل شوه. اینجا من هنوز بانجانا رو سرخ کرده رایی هستم. خب اینجا تقریبا 90% پخته شده دالنه خود. ایره بسر قرمه که تیار کرده بودم اضافه میکنم و شور میتیم. تا که مزه یک دیگره به خود بگیرم. نمکش هم در این مرحله تست میکنین، اگر کم بود باز اضافه میکنین. سرش سرپوش میکنم که یک دفعه جوش کنه دوباره. دیگه تیار است. باز کشیدنش رو شما نشان میتونم. اگر شما دوست داشتین میتونین که از همین باینجان سرخ شده هم چند عدد داخل قرمه اضافه کنیم. خود دوستای نازنین، اینجا من با این جانایی که داشتم میره سرخ کردم. دیگه حالا یک دفعه حواس کردم که چند تا از این با این جانایی که سرخ کردم تو نازک نازک هسته، ایرم داخل قرمه اضافه کنم. خوبیش میشه و بد نمیشه که باز به ایرانی میشه قیمه بادم جون. قیمه بادم جون شد رفت. دیگه ایرم میخواستم قرمه گوسفند جور کنم، باز شد قیمه بادمجان. دیگه اینگم فارا خوشمزه. یک چند برگش هم میندازم. باز دیگاش هم تو یا خالی خالی میخورمش یا که سرش یک ذره ساس جور میکنم، ساس بانجان رومی امرا یک ذره چکه در سرش با طورم خوبیش میشه. دیگه معلوم سا دیگه خواهم قرار بخص است فکر میکنم. حاضری اگه تو میکنم که خوب دایی داخل آب گوشت بره. مال زیر شکم کنم. گوشت ها کاملا پخته شده، دالنه خود ها کاملا برابر است. دیدین دوستای عزیز دالنه خود برابر است، زیاد پر دالنه خود هم نشده. دیگه خیلی عالی شده.
این فقط ما میمونیم که سر روغن بیایه کمی، یک ده دقیقه بود، ده دقیقه فقط میمونیم با حرارت کم. امرای باینجان سیاه بجوشه که باینجان سیاه هم طعم قورمه را بگیره به خود. باز بعد از اون میکشم و خدمت شما هستان تقدیم میکنم. خود دوستای به نهایت گرامی، تا که ده دقیقه باینجان سیاه امرای قورمه میجوشه و خوشمزه میشه، امرای یک دیگه من اینجا برنج خدا واز میکنم. برنجم دم کشیده تیار آماده است. کسی که دوست داره ببینه که من چه قسم برنج تیار میکنم، ویدیوش در داخل چینل است، بره ببینه. اینجا کم برنج میگیرم و سرش زعفران خالی میکنم و برنج زرد تیار میکنم که با تزیین برنج استفاده کنیم. برنج من دیگه فوق العاده یک برنج خوبی شده. برنج شوهر کش برنج کشیدم. خود دوستای گل برنج ما کشیدم، یه برنج زرد بسرش و حاله عزیز. دیگه قرمه گوشت تیار شد امرای بادنجان. دیگه خدا کنه که خوش شما آمده باشه. دیگه من غذا را تیار کردم، امیدوار هستم که مورد پسند شما عزیزا قرار گرفته باشه و حتما تیار کنین. من کمی کم روغن تیار میکنم غذا را، باز شما اگه خواستین میتونین که روغن بیشتر اضافه کنین. خب این بود برنامه امروز ما دوستای گل. دیگه تا برنامه بعد خدا نگهدار. لطفاً کانال را سابسکرایب کنین تا که تعداد ما روز به روز بالاتر بره. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده بودین. اوقات خوشی داشته باشین. خدا نگهدار.